عزیزان سلام با برنامه تحلیلی این هفته دیدگاه در خدمت شما هستیم با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 روز 29 آوریل و یا دهم ده اردیبهشت ماه به عنوان روز ملی خلیج فارس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید این مسئله نشانی از اوج گرفتن و رسمیتر شدن دعوای خلیج عربی خلیج فارسی بین مقامات کشورهای عرب و رژیم ایران بود این دعوای تاریخی در سال 1343 با تصویب دستورالعملی مبلی بر لزوم استفاده از نام خلیج عربی در تمامی مکاتبات رسمی و غیر رسمی توسط اتحادیه عرب از محافل علمی و اکادمیک به محافل سیاسی کشیده شد. از آن پس اسم این خلیج در دعوای فارسی عربی به یکی از موضوعات حساس تبدیل گردید. دستگاه های تبلیغاتی رژیم ایران و سیستم پانفارسیس این مسئله را در بین افکار عمومی تاجیک های ساکن در ایران گسترش داد و موجب حساسیت فارس زبانان شد. در سالهای اخیر سازمان های معتبر و شناخته شده جهانی همچون نشنال جوگرافی و گوگل همچنین رهبران و سیاستمداران مطرح و غیر عرب در نقاط مختلف دنیا اسم خلیج عربی را ترجیح داده و استفاده کردن. این مسئله موجب خشم و واکنش های حیجانی جامعه فارس و یا همان اقوام تاجیک ساکن در ایران شده است. این نشان می دهد که مسئله نام خلیج به همان اندازه که موضوعی خارجی است در داخل نیز از اهمیت برخوردار است. ملت عرب ساکن در جغرافیای ایران از اسم خلیج عرب مدافع کرده و نام فارس را غیر حقیقی می دانند. همچنین جامعه ترک آذربایجان جنوبی از این موزه جامعه عرب حمایت کرده و در کنار آنان ایستاده است. در سالهای اخیر خصوصا در بازی های تیم تراکتور آذربایجان شعار خلیج عربی که مکررن در استادیوم به صدا در می آید موجب واکنش گسترده جامعه تاجیک شده است. از سوی دیگر پخش گسترده شعارهای طرفداران تیم تراکتور آذربایجان در رسانه های بزرگ و کوچک عرب زبان مسئله را برای رژیم ایران و جامعه تاجیک بیش از پیش بغرنج تر کرده است. سیستم حکومتی فارس از یک ست سال پیش تا کنون در حال تغییر اسامی جغرافیایی غیر فارس در ایران است. به عنوان مثال اسامی تمامی شهرها، کوهها، رودخانه ها و روستاهای ترکی از آذربایجان تا خراسان و از رشت تا شیراز از ترکی به فارسی تغییر کردند. نمونه بارز آن دریاچه خزر است که رژیم ایران سالها اصرار داشت آن را مازندران بنامد. آذربایجان جنوبی که خود به رفتارهای نجات پرستانه و استعمارگرانی رژیم ایران در قبال اسامی تاریخی و حقیقی ترکی معترض است، برخورد رژیم ایران با مسئله خلیج را نیز نجات پرستانه دانسته و همصدا با ملت عرب ساکن در ایران اسم خلیج عرب را به کار برده و خواهد برد. از سوی دیگر، اگر مسئله را از نگاهی تاریخی نیز بررسی نماییم، خواهیم دید که برخی تاریخ نگاران یونانی لفظ فارس و یا پرس را برای این خلیج به کار بردند. اما نکته اساسی این است که این خلیج از اعماق تاریخ تا کنون تنها یک اسم نداشته است بلکه هر ملت یا امپراتوری این خلیج را به اسمی دیگر خوانده است به عنوان مثال امپراتوری عثمانی و به طبع آن جمهوری ترکیه آن را خلیج بسره می نامند. همچنین بسیاری از بیگلر بیگی های آذربایجان و متون کهن ادبی ترکی آن را خلیج کنگر می نامیدند. از این جهت پروازه هست که ملت عرب ساکن در حاشیه این خلیج که با آن ارتباط مداوم داشته اند نامی برایش انتخاب کرده باشند. همانطور که ملت عرب در زبان خودشان اسم تخصصی خلیج را به این مکان جغرافیایی تخصیص دادهاند که در فارسی یا تاجیکی معادلی برای آن موجود نیست قادر به اضافه نمودن یک پسوند نیز به این اسم بودند. بنابراین استفاده کردن از اسم خلیج عرب برای آن مکان جغرافیایی امری اعجاب انگیز نیست. بلعکس جغرافیای اطراف خلیج که همگی آنها کشورهای عربی هستند و اقوام مختلف عرب در اطراف این خلیج هر بیننده ای را مجاب به استفاده از خلیج عرب می کند. بلکه بسیاری از رهبران و شخصیت های سیاسی دنیا و سازمان های شناخته شده نیز با این منطق این اسم را به بقیه اسامی ترجیح می دهند. در نهایت، از دهها سال پیشتر نام خلیج عرب در مکاتبات و نوشته های جهانی گسترش یافته است و در داخل مرزهای جغرافیایی ایران نیز حداقل جمعیت قابل توجهی از نفوس ایران یعنی ترک ها و عربها از لفظ خلیج فارس استفاده نمیکنند از سوی دیگر هفته پیش دهم اردیبهشت ماه مصادف با روزی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز خلیج فارس تعیین کرده است مایک پومبو، وزیر امور خارجه امریکا در سخنرانی خود برای این مکان جغرافیایی از اسم خلیج عربی استفاده کرد به عبارت دیگر سیاست فارسی سازی خلیج و به طبع آن تمامی مکانهای جغرافیایی در ایران با شکست مواجه شده است به امید رهایی بشریت از تحجر نجات پرستی شاد و تندرست بمانید